بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و خسته نباشید خدمت دوستان کلاس 11 ریاضی فصل 5. رسیدیم به درس 3. درس 3 در مورد قضایای حد هستش. ما در قضایای حد میخواییم برخلاف درس 1 و 2 که حد توابع رو بر اساس جدول یا نمودار حساب میکردیم، میخواییم ذره کار خودمون رو ساده تر کنیم. یعنی دیگه نریم جدول که حالا دیگه اصلا باش خیلی کاری نداریم، یا نه نریم نمودار توابع رو بکشیم، یا اصلا یه سری از توابع هست ما نمودارش رو رسمش رو بلد نیستیم، میخوام ببینیم حد اینجور توابع رو چجوری باید حساب کنیم. میخوام سری قضیات بگیریم با کمک اونها به محض اینکه ضابطه توابع رو دیدیم حدش رو محاسبه کنیم. ببینیم با هم قضیه شماره 1. لیمیت یک تابع ثابت، تابع ثابت سی، وقتی ایکس به سمت آ بره میشود سی. شما از رو نمودار تابع ثابت هم میتونید اینو متوجه بشید. توی خط ثابت، خط افقی تابع ثابت، ایکس به سمت هر عددی میل پیدا کنه حدمون میشه خود همین مقدار تابعمون، یعنی مقدار تابع ثابت. قضیه 2. لیمیت تابع همانی، لیمیت تابع ایکس، وقتی ایکس به سمت آ میره میشود آ. یعنی انگار آقا همون ایکس داره به سمت چی میل میکنه، همونو بذار جای مقدارش، همون جواب شما رو به دست میاره. جاگذاری کنیم، آ رو بذاریم جای x. مثال 20 خیلی ساده است، دوستان خودشون مثال رو میتونن حل کنن. لیمیت تابع ثابت 7 رو خواسته، وقت x به سمت 3 داره میل پیدا میکنه، تابع ثابته پس جوابش میشه 7. لیمیت رادیکال 2 رو میخواد، وقت x به سمت 10 داره میل پیدا میکنه، تابع ثابته پس مقدارش میشه همون تابع ثابت، میشه رادیکال 2. لیمیت x وقت x به سمت منهای 2 میره، تابع همانی منهای 2 رو جای x میذارم میشه منهای 2. و قسمت ت لیمیت x رو میخواد، وقت x به سمت 1/3 داره میل پیدا میکنه، جای x میذارم 1/3. به همین سادگی. خب بریم سراغ قضایای بیشتر. فرض میکنیم حد تابع f(x) در نقطه A L1 باشه، حد تابع j(x) در نقطه A L2 باشه. خب یه سری قضیه خیلی مهم میبینیم که دیگه از این بعد خیلی به کارمون میان. قضیه 3. لیمیت f(x) به علاوه j(x) وقتی x به سمت A میره، یعنی حد مجموع دو تا تابع میشه، میتونیم جدا کنیم، میشه حد تابع f(x) به علاوه حد تابع j(x) میشه l1 به علاوه l2. پس از این بعد میتونیم اگر جمع دو تا تابع بود جدا کنیم، حد تابع اول حساب کنیم، حد تابع دوم هم حساب کنیم در اون نقطه، بعد با هم دیگه اینا رو جمع کنیم. اصطلاحا میگیم حد مجموع توابع میشه مجموع حدهای آن دو تابع. همین قضیه برای تفاضل هست، f(x) منهای j(x) میشه حد، میشه تفاضل حدهای اون دو تا تابع، میشه L1 منهای L2. قسمت پنجم، قضیه پنجم برای ضرب هم همینه، و قضیه ششم برای تقسیم دو تا تابع هم همینه، میشه ضرب حدها، میشه تقسیم حدها، L1 ضرب در L2، L1 بر روی L2، فقط به شرط اینکه مخرج یعنی L2 مخالف صفر باشه. هدف ما اثبات این قضایا نیست، تمامی این قضایا اثبات دارن، ما اینجا نیازی به اثباتشون نداریم و این قضایا رو میپذیریم. بریم سراغ قضیه بعدی، قضیه شماره 7 که نتیجه از قضایای ما قبلش هست. لیمیت سی اف ایکس، یه عدد ضرب در یک تابع، میتونم سی رو بیارم پشت لیمیت، همون یعنی سی رو ضرب در حد تابع اف ایکس کنم، میشه سی ال یک. اثباتش رو برای شما نوشتیم. من میام تابع جی ایکس رو در نظر میگیرم یک تابع ثابت سی، فرض میکنم سی مساوی تابع جی ایکس منه. حالا از قضیه 5 یعنی قضیه ضرب دو تا تابع استفاده میکنم، لیمیت ج ضرب در اف میشود لیمیت ج ضرب در لیمیت اف. خب لیمیت ج، ج چه تابعی بود؟ تابع ثابت بود. قضیه 1 خونده بودیم حد تابع ثابت میشود سی، لیمیت تابع اف ایکس هم که گرفته بودیم ال یک، پس حاصل میشود سی ضرب در ال یک. قضیه 8. لیمیت معکوس یک تابع، یعنی یک بر روی اف ایکس مساوی میشه با یک بر روی حد اون تابع، یعنی شما یک رو بر روی حد اون تابع انجام بدی انگار لیمیت یک بر اون تابع رو محاسبه کردی، که میشه یک بر روی ال یک، فقط به شرط اون باشه که مخرج صفر نشود حتما. خب اینجا هم اثباتش مشابه اثبات قضیه 7 هستش. تابع جی ایکس رو این دفعه تابع ثابت یک در نظر میگیرم، از قضیه 6 یعنی قضیه تقسیم استفاده میکنم، حد تقسیم دو تا تابع میشه تقسیم حد اون دو تابع، میشه لیمیت جی ایکس تقسیم لیمیت اف ایکس. لیمیت جی ایکس چون جی ایکس تابع ثابت یک هست میشه طبق قضیه 1 1، لیمیت اف ایکس هم که گرفته بودیم ال یک، و حاصل میشود یک بر روی ال یک. قضیه 9 رو با هم ببینیم. لیمیت مجموعه
ان تا تابع، دو تا تابع رو با هم دیگه دیدیم توی قضیه 3. حالا ان تا تابع رو بخوایم با هم جمع کنیم، بازم همون اتفاق میفته، میشه مجموع حدهای آن ان تابع، میشه لیمیت f1x بله لیمیت f2x الی لیمیت fnx. یعنی یه طورایی تعمیم قضیه 3 میشه قضیه 9. قضیه 10 تعمیم قضیه 5. ما ضرب دو تا تابع رو حدشون رو دیدیم، حالا الان حد ضرب ان تا تابع رو میخوایم محاسبه کنیم، میشه لیمیت f1 x ضرب در f2 x ضرب در تا fn x، میشود لیمیت f1 ضرب در لیمیت f2 تا لیمیت fn x. قضیه 11 لیمیت یه تابعی به توان n، میتونم حد اون تابع رو اول حساب کنم بعد توان n رو بذارم روش، کاملا مجاز هستم. و قضیه 12 لیمیت، حالا همون تابعمون رو بگیریم تابع همانی، یعنی 11 و 12 یه جوری همپوشانی دارن با هم، لیمیت x به توان n وقتی x به سمت a بره، a رو میذارم جای x، میشه a به توان n. بریم مثال حل کنیم و قضایای بیشتری با هم ببینیم. مثال 21 رو بچه‌ها ببینیم. دو تا تابع دو ضابطه‌ای داریم f(x) یک منهای x2 به ازای x های کوچکتر از 2، x منهای 5 به ازای x های بزرگتر مساوی 2، و تابع gx 3 به ازای x کوچکتر از 1، 4 منهای x به ازای x های بزرگتر مساوی 1. خب حد توابع f به علاوه g، f منهای g، f ضرب در g و f تقسیم بر g رو میخواد در نقطه 2. خب پس ابتدا من باید برم حد تابع f و g رو در نقطه 2 مجزا محاسبه کنم. خب اول میرم حد تابع fx رو حساب میکنم در نقطه 2. خب میبینید 2 نقطه ایه که دقیقا نقطه مرزی این تابع دو ضابطه ما هست، یعنی اگر x ها بخوان به سمت 2 برن از سمت چپ میفتن تو ضابطه بالا، چون x های کوچکتر از 2 اینجا تعریف شده. اگر بخوام حد راست رو حساب کنم، یعنی x ها بخوان برن به سمت 2 از سمت راست، میفته تو ضابطه پایین، چون x بزرگتر مساوی 2 در ضابطه پایینه. پس بعد هم حد راست هم حد چپ رو حساب کنم. اگر خدای نکرده با هم برابر نباشن، اصلا تابع f در این نقطه حد نداره و من دیگه اصلا نمیتونم برم بقیه مسئله رو حل کنم. پس برم ببینم اول داستان تابع f در نقطه 2 چجوری هستش. حد راست گفتیم میفته تو ضابطه پایین، میشه x منهای 5، میشه 2 منهای 5، میشه منهای 3. حد چپ گفتیم x های به سمت 2 از سمت چپ میفته تو ضابطه بالا، جای x 2 بذاریم میشه 1 منهای 2 به توان 2، میشه باز هم منهای 3. خب خدا رو شکر حد راست و چپ با هم برابر هستن، پس لیمیت fx x به سمت 2 میشه منهای 3. حالا برم حد تابع g x رو حساب کنم وقتی x به سمت 2 میره. 2 نقطه مرزی تابع g نیست، 1 نقطه مرزیشه. من اگه بخوام به سمت 2 x رو میل بدم تو کدوم ضابطه میره؟ طبیعتاً میره تو ضابطه پایین. دقت کنید منو بنویسم پایین. خب تو ضابطه پایین هستش که x های بزرگتر مساوی 1 هستن، پس به سمت 2 چه از راست چه از چپ بخوام برم، توی این همسایگی و تو این بازه بعد برم، میشه 4 منهای x، میشه 4 منهای 2، جوابش میشه 2. پس حد تابع g x در نقطه 2 میشه 2. خب حد f رو به دست آوردم، حد g رو هم به دست آوردم، حالا حد f به علاوه g میشه قضیه 3. میتونم حدها رو با هم جمع کنم، منهای 3 به علاوه 2 میشه منهای 1. حالا حد تفاضل قضیه 4، حدها رو از هم کم میکنم، میشه منهای 3 منهای 2، میشود منهای 5. حدها رو میخوام ضرب کنم، میشه قضیه 5، میشه منهای 3 ضرب در 2 منهای 6. و قضیه 6 بود لیمیت f تقسیم بر g، میشد لیمیت f تقسیم بر لیمیت g، میشه منهای 3 تقسیم بر 2 میشه منهای 3 دوم، و جواب مسئله به دست میاد. مثال 22 رو با هم ببینیم. لیمیت x4 به علاوه 3x منهای 1x به سمت رادیکال 2. یعنی آقا خیال خودت رو راحت کن، جمع چند تا عبارته، میخوام x رو به سمت رادیکال 2 میل بدم، جاگذاری باید بکنیم به همین سادگی. یعنی جواب میشه رادیکال 2 به توان 4 به علاوه 3 تا رادیکال 2 منهای 1. رادیکال 2 به توان 4 میشود 4 به علاوه 3 رادیکال 2 منهای 1، حاصل میشه 3 به علاوه 3 رادیکال 2. لیمیت x در قدر مطلق x، x به سمت 3 میل پیدا کنه، میشه 3 ضرب در قدر مطلق 3، جواب میشود 9. فقط x رو کافیه جا گذاری کنیم. قسمت p رو با هم ببینیم. لیمیت تقسیم دوتا عبارته 4x 2 به علاوه 7 بر روی 1 منهای x، x به سمت 1 دوم میل پیدا میکنه، جای x میذارم 1 دوم، میشه 4 تا 1 دوم به توان 2 به علاوه 7 تقسیم بر 1 منهای 1 دوم. 1 دوم به توان 2 میشه 1 چهارم ضرب در 4 میشود 1، به علاوه 7 میشود 8،
یک منها یک دوم که می شود، یک دوم حاصل می شود 16. چند تا قضیه دیگه ببینیم در مورد چند جمله ها. کلا میگه آقا چند جمله ای هم جمع چند تا عبارت هست دیگه. قضیه 13 میگه حد یک چند جمله ای، میبینی چند جمله از درجه ان وقت x به سمت a میره، شما هر جا x دیدی جاش مقدارش رو بذار، یعنی مقدار a رو بذار، میشه bn a به توان bn منها یک a به توان منها یک تا عدد ثابتمون که b صفر هست. تقسیم دو تا چند جمله، یعنی در حقیقت یک عبارت گویا، میشه تقسیم چند تا چند جمله اگر داشتیم، باز هم x رو جاش a بذار، میشه pa تقسیم بر qa، به شرطی که مخرج صفر نشه. قضیه 15، یک چند جمله‌ای به توان n، چند جمله‌ای به توان n بخوام برسونم، باز هم وقتی x به سمت a میل پیدا میکنه کافیه شما جاگذاری کنید x رو بذارید a، میشه pa کلن به توان n. بریم چند تا مثال از این قضایه با مثال 23 رو با هم ببینیم. چند تا حد چند جمله‌ای یا تقسیم چند جمله‌ای رو از من میخواد. لیمیت تابع x به توان 4 x به سمت منهای 1 میره، یعنی کافیه ما جای x قرار بدیم منهای 1، چون این چند جمله‌ایه، میشه منهای 1 به توان 4 که جواب میشود 1. ممکنه دوستان سوال براشون پیش بیاد، خب کلا حد که عدد گذاری همیشه، بله اکثرا همینطوره، چون در همسایگی و نقطه معمولا رفتار تابع شبیه همون نقطه است. یه شرایط خیلی خاصی پیش میاد که در درس 4 و در سال آینده با هم مشاهده میکنیم. خب پس همیشه عدد گذاری ابتدایی و اولیه رو داریم. به لیمیت این عبارت وقتی x به سمت 10 بره، جای x میذارم 10، میشه 5 ضرب در 10 به توان 3 منهای 6 تا 10 تا به علاوه 1، این میشه 5000 منهای 60 به علاوه 1، 5000 منهای 60 میشه 4940 به علاوه 1 میشه 4941. قسمت پ رو با هم ببینیم. x به سمت 2 میل پیدا میکنه، تقسیم چند جمله یا سه عبارت گویاست، میشود 2 به توان 2 علاوه 4 در 2 علاوه 4، مخرج من میشه 4 ضرب در 2 به توان 3 منهای 7 ضرب در 2 علاوه 1. اگر محاسبه کنم 2 به توان 2 4 علاوه 8 میشه 12 علاوه 4 16، مخرج من چه 2 به توان 3 8 ضرب در 4 32 منهای 14 می شود 18 به علاوه 1 19 و جواب میشه 16 19 هم. بریم قسمت ت رو با هم دیگه ببینیم. لیمیت x منهای براکت x تقسیم بر 1 منهای x. براکت x بحث حساسیه، بعد دقت کنیم عدد داخلش اگر صحیح بشه از کدوم سمت داره میل پیدا میکنه، اما الان x داره به سمت 1 دوم میره، عدد غیر صحیح داخل براکت بره تو مبحث حد حساسیت نداره، چون میشه عدد صحیح قبلش در هر صورت. پس می نویسم 1 دوم منهای براکت 1 دوم تقسیم بر 1 منهای 1 دوم، براکت 1 دوم بچه ها میشه 0، 1 دوم تقسیم بر 1 دوم و جواب می شود 1. خب مثال 24 رو با هم ببینیم. یه تابع دو ضابطه داده fx، x2 به علاوه ax به ازای x بزرگتر از 1، 4x به علاوه 2 بر روی 4x2 منهای x به علاوه 1 به ازای x کوچکتر مساوی 1. میگه a رو مقدارش رو چند در بیاریم، a مجهول ماست، که این تابع در نقطه 1 حد داشته باشه. خب میبینید نقطه 1 دقیقاً نقطه مرزی این تابع است، یعنی نقطه‌ای که اگر بخوام حد راست رو حساب کنم، ببینیم با هم حد راست رو اگر بخوام حساب کنم، یعنی لیمیت fx x به سمت 1 بره از سمت راست، طبیعتاً در ضابطه بالا قرار میگیره، چون x ها به سمت 1 از سمت راست میرن تو ضابطه بالا. خب پس اینجا باید 1 بذارم تو ضابطه بالا، میشه 1 به توان 2 به علاوه a ضرب در 1 میشود 1 به علاوه a. اگر بخوام حد چپ رو محاسبه کنم، یعنی لیمیت تابع fx وقتی x به سمت 1 میره از سمت چپ، طبیعتاً در ضابطه پایین قرار میگیره، میشه 4 1 به علاوه 2 تقسیم بر 4 تا 1 به توان 2 منهای 1 به علاوه 1 میشود 6 تقسیم بر 4 که میشود 3 دوم. حالا چون میخوایم حد داشته باشه، باید حد چپ و حد راست با هم برابر باشن، مینویسم حد چپ مساوی حد راست، در نتیجه 1 به علاوه a
مساوی 3/2 هستش و از اینجا آ به دست میاد 1/2. اگر آ رو من بذارم 1/2، این تابه در نقطه 1 حد داره. خب حد توابع رادیکالی، توابع رادیکالی هم همون وضعیت رو داره. اگه توابع رادیکال افکس و فورج ان دیدیم، وقتی x به سمت آ میرفت حدش رو خواستم محاسبه کنم، کافیه اول برم حد تابع fx رو حساب کنم در نقطه آ، بعد روش رادیکال بذارم با فورج n، همون اتفاق میفته. یه مثال 25 با هم ببینیم. لیمیت رادیکال x با فورج n وقتی x به سمت آ میل پیدا میکنم، کافی جای x بذارم آ، میشه رادیکال آ با فورج n. لیمیت این تابع وقتی x به سمت 1 میل پیدا میکنه، رادیکال 2x منهای 1 تقسیم بر 3x منهای 4، جای x قرار میدم 1، میشه رادیکال 2x منهای 1 تقسیم بر 3 یکی منهای 4، می شود 1 تقسیم بر منهای 1 که حاصل می شود منهای 1. و قسمت پ رو با هم ببینیم. یه رادیکال با فورجه 3 چند جمله درجه 4 زیرشه، x 4 منهای 2 x به علاوه 6 x 2 به علاوه 3، x به سمت 1 میخواد میل پیدا کنه، کافی جا x بذارم 1، می شود 1 به توان 4 منهای 2 تا 1 به توان 3 به علاوه 6 تا 1 به توان 2 به علاوه 3. خب میشه 1 منهای 2 میشه منهای 1، به علاوه 6 میشه 5 و به علاوه 3 میشه بعد 8. حاصل میشه رادیکال 8 با فرجه 3 که جوابش میشه بعد مقدار 2. بریم مثال بعدی رو با هم ببینیم. مثال 26 نمودار تابع fx رو به من داده. یه تابع دو ضابطه‌ای و دو شاخه‌ای هستش. محاسبه یه سری از حدها رو بر حسب افیس که توش حالا رادیکال داره چند جمله‌ای هستش و اینا رو میخواد، ببینیم چگونه به دست میاد. خب اولی لیمیت رادیکال منهای 9 افیس و فورجه 3 x به سمت 2 داره میل پیدا میکنه، پس طبیعتاً بعد لیمیت خود تابع افیس وقتی x به سمت 2 میره رو محاسبه کنم. خب توی نمودار میبینید به سمت 2 میخوام برم، حد من دقیقاً در تابع میشود 3، پس لیمیت افیس وقتی x به سمت 2 میل پیدا میکنه مساوی است با 3. خب حالا پس من میتونم اینجا جای مقدار حد fx بذارم 3، میشه رادیکال منهای 9 ضرب در 3 با فرجه 3، میشه رادیکال منهای 27 با فرجه 3 و حاصل میشود منهای 3. قسمت به لیمیت 2x رادیکال منهای fx با فرجه 3 به علاوه 5x وقتی x میل پیدا میکنه به سمت منهای 1. خب دوباره میرم سراغ نمودارم ببینم تو تابع fx وقتی به سمت منهای 1، یعنی این نقطه از راست و چپ حرکت میکنم، حد من چقدر میشه. خب میبینید چه از چپ چه از راست به سمت منهای 1 برم، حد من دقیقاً برابره با مقدار 0. پس مینویسم لیمیت fx وقتی x به سمت منهای 1 پیدا میکنه برابره با 0. پس اینجا جای fx میذارم 0. جای x هم که باید بذارم منهای 1. پس میشه 2 ضرب در منهای 1 ضرب در رادیکال 0 با فرجه 3 به علاوه 5 ضرب در منهای 1. طبیعتاً این تیکه که میشه 0، 5 ضرب در منهای 1 میشود منهای 5، حاصل میشه منهای 5. قسمت پ لیمیت x 4 منهای 2x به علاوه 5 بر روی رادیکال fx با فرجه 5. خب x به سمت 0 داره میل پیدا میکنه، پس بعد برم رادیکال fx رو وقتی x به سمت 0 میل پیدا میکنه رو محاسبه کنم. خب میرم سراغ نمودار میبینم وقتی میخوام به سمت 0 برم، از سمت چپ اگر بخوام به سمت 0 برم حدم میشه منهای 1، نوشتم لیمیت fx وقتی x به سمت 0 از چپ میره میشه منهای 1. اگر بخوام از سمت راست به سمت 0 میل پیدا کنم تو نمودار میفته تو این شاخه بالا، لیمیت fx وقتی x به سمت 0 مساوی میل پیدا میکنه برابر شده با 1، پس حد چپ و راست برابر نیستن. پس میتونم به عبارت ساده تر بگم لیمیت fx وقتی x به سمت 0 میل پیدا میکنه موجود نیست. چون موجود نیست تو مخرج من یه موجود نیست دارم، پس قطعا کل این عبارت حدش موجود نیست، یعنی همچین حدی ندارم و نمیتونم پیداش کنم. بریم سراغ مثال 27. دو تا تابع دارم، تابع fx رادیکال x2 منهای x4، جای x برعکسش رادیکال x4 منهای x2. حد این دو تا تابع رو در نقطه x مساوی 0 میخواد بررسی کنیم. ممکنه در نگاه اول بگیم که خب 0 میذارم جای x اینجا میشه 0، توی جای x هم جای 0 جای x میذارم 0 بازم حاصل میشه 0 و حد هر دو تابع برابر با 0.
پس می نویسم در نگاه اول حد هر دو تابع در x مساوی 0 برابر 0 است. اما خب بچه ها اماشو ببینیم چیه. من برم دامنه تابع f و g رو محاسبه کنم. خب تابع f وقتی میخوام دامنه‌شو محاسبه کنم x2 منهای x4 از یه x2 فاکتور میگیرم میشه 1 منهای x2، این میخواد بزرگتر مساوی 0 باشه. خب از اینجا دامنه تابع f چی میشه؟ زیر رادیکالو گذاشتم مثبت، دامنه تابع f میشه باید بازه منهای 1 تا 1. هر عددی بین منهای 1 تا 1 قرار بدم تو این بازه جزء دامنه من هست و زیر رادیکال مثبته. حالا یه بارم تابع g رو برم دامنه‌اش رو حساب کنم، x4 منهای x2 میشه مساوی x2 رو فاکتور میگیرم، x2 منهای 1 بزرگتر مساوی 0. خب دامنه اینو اگر حساب کنم این نامعادله رو حل کنم، x2 منهای 1 اگر بخواد بزرگتر مساوی 0 باشه، x باید یا بزرگتر از 1 باشه یا کوچکتر از منهای 1 یعنی منفی بی‌نهایت تا منفی 1 اجتماعش با 1 تا مثبت بی‌نهایت. البته خود 0 هم میتونه باشه x، فقط چون خود x2 مثبت همواره، خود 0 بذاریم زیر رادیکال میشه 0، پس اجتماعش با مجموعه تک عضوی 0. خب دقت کنید، من اگر دامنه تابع f رو نمایش بدم بازه منهای 1 تا 1 هستش و 0 هم این وسطه، اما اگر بخوام دامنه تابع g رو نشون بدم اینجا اگر منهای 1 باشه اینجا 1 باشه این 0 باشه، 0 هست منهای 1 به قبل هست، 1 به بعد هم جزء دامنه من هست و کاملا واضح دارید مشاهده میکنید حوالی 0 و همسایگی 0 تعریف نشده است. پس می نویسم تابع g در همسایگی x مساوی 0 تعریف نشده است، پس در x مساوی 0 حد ندارد. اما تابع fx چطور دیدیم؟ نه، کاملا در بازه منهای 1 تا 1 دامنه منه و 0 هم همسایگیش تعریف شده است، پس خیلی ساده میتونم حد تابع fx رو حساب کنم، لیمیت تابع fx وقتی x به سمت 0 میل پیدا میکنه میشه رادیکال 0 به توان 2 منهای 0 به توان 4 که حاصل میشود 0. پس امای ما چی بود؟ امای ما این بود که هر وقت توابع شرط و دامنه محدود دارن اول بریم دامنه‌شون رو محاسبه کنیم. اینو تو درس یک هم خوندیم، همیشه اول ببینیم در همسایگی اون نقطه تعریف شده است یا خیر. یهو گول نخوریم الان قضایای حد رو خوندیم، سریع بخوایم فریب بخوریم و بریم سراغ این که عدد گذاری کنیم. یه سری توابع الان ببینین، رادیکال با فرجه زوج بود، وقتی رادیکال با فرجه زوجه دامنه محدوده، حتما اول باید برم دامنه‌مو حساب کنم ببینم تو همسایگی اون نقطه تعریف شده هست تا به من یا خیر. امیدوارم که دوستان مثال خیلی مهم 27 رو یاد گرفته باشن. مبحث بعدی اون حد توابع مثلثاتیه. ما 4 تا قضیه هم برای توابع سینوس، کوسینوس، تانژانت و کوتانژانت می‌کنیم. لیمیت سینوس x وقتی x به سمت a میره شما جای x بذارید a، برای کوسینوس x همچنین میشه کوسینوس a، لیمیت تانژانت x و کوتانژانت هم همچنین x رو بعد بذاریم a میشه تانژانت a و کوتانژانت a. فقط حواسمون باشه اون تانژانت a زوایایی نباشه که تانژانت تعریف نشده بشه، مثلا برای تانژانت a کاپی علاوه پی دوم نباشه، یعنی پی دوم، سه پی دوم، پنج پی دوم، هفت پی دوم الی آخر، و برای کوتانژانت هم کاپی یعنی مضارب پی نباشه، یعنی 0 پی 2 پی 3 پی، چون در اونجاها کوتانژانت تعریف نشده است. بریم چند تا مثال با هم خب بچه‌ها چند تا حد مثلثاتی با هم حساب کنیم. مثال 28 چند تا نمونهشو داریم می‌بینیم. تو همه این حدهایی که مشاهده می‌کنید و توی جزوهتون حتما انجام میدید، x داره به سمت یه زاویه میره. x تو جاگذاری می‌کنم جای اون زاویه. خب الان x به سمت پیشیشو میره، 2 تا کوسینوس 2 x منهای سینوس x. پس میشه 2 تا کوسینوس 2 پیشیشم منهای سینوس پیشیشم. خب کوسینوس پیشیشم هستش رادیکال 3 دوم. پس می‌نویسم 2 تا رادیکال 3 دوم به توان 2 منهای سینوس پیشیشم، یعنی سینوس 30 درجه که هست 1 دوم، رادیکال 3 دوم به توان 2 میشه 3 چهارم، ضرب در 2 میشود 3 دوم، منهای 1 دوم حاصل میشود 1. خب پس جواب قسمت اول شد 1. ب لیمیت
پی ضرب در کوسینوس x تقسیم بر x، x به سمت منهای پی میل پیدا میکنه، جای x میذارم منهای پی، پس میشه پی کوسینوس منهای پی بر روی جای x، اینجا دوباره میذارم منهای پی. خب میبینید یه پی تو صورت با پی مخرج ساده میشه، کوسینوس منهای پی همون کوسینوس پی، چون گفتیم کوسینوس منهای جلوشو میگیره و میخوره، میشه کوسینوس پی میشه منهای 1، منهای 1 مخرجم که منهای 1 دارم حاصل میشود 1. قسمت پ رو با هم ببینیم، لیمیت سینوس x تقسیم بر کوسینوس x، x به سمت پی سوم میل پیدا میکنه، میتونم برای سهولت کار جای سینوس تقسیم بر کوسینوس بنویسم لیمیت تانژانت x، هیچ ایرادی نداره، x به سمت پی سوم. خب طبیعتاً میشه تانژانت پی سوم یعنی تانژانت 60 درجه که حاصل میشود رادیکال 3. قسمت ت رو ببینیم، لیمیت سینوس x به علاوه کوسینوس x بر روی 3 تا تانژانت x منهای x. فقط تو این سوال x داره میل پیدا میکنه به سمت پی چهارم. خب سینوس پی چهارم به علاوه کوسینوس پی چهارم بر روی 3 تا تانژانت پی چهارم منهای خود x، جای x باید بذارم پی چهارم. خب سینوس پی چهارم یعنی سینوس 45 درجه میشه رادیکال 2 دوم، کوسینوس پی چهارم کوسینوس 45 باز هم رادیکال 2 دوم، مخرج 3 تا تانژانت پی چهارم، تانژانت 45 میشه 1 میشه 3 منهای پی چهارم، صورت 2 تا رادیکال 2 دوم دارم میشه رادیکال 2 بر روی 3 منهای پی چهارم. دیگه از این ساده تر هم نیازی نیست بکنیم مسئله رو. بعدی لیمیت تانژانت x ضرب در کوتانژانت x، x به سمت پی هفتم. خب بعد بذاریم جای x پی هفتم، خب میشه تانژانت پی هفتم ضرب در کوتانژانت پی هفتم. ممکنه سوال پیش بیاد که آقا پی هفتم که زاویه خاص و معروفی نیست و تانژانت و کوتانژانتش رو بلد نیستیم. بله درسته، ولی تانژانت x ضرب در کوتانژانت x که یک فرمول معروفی باید بلد باشیم و جای تانژانت ضرب در کوتانژانت میتونم بنویسم 1، پس میشه لیمیت 1 وقتی x به سمت پی هفتم میل پیدا میکنه، لیمیت 1 هم که لیمیت یک تابع ثابته میشود خود 1. خب توابع مثلثاتی در همین حده، مطلب دیگه خیلی تازه تر و جدیدتری نداره. بریم سراغ حد توابع براکتی. ممکنه بگین که آقا خب داشتیم تو درس قبل، بله از روی نمودار توابع براکتی رو دقیق بررسی کردیم، الان میخوایم تکمیل کنیم از روی ضابطه حساب کنیم، دیگه ضابطه توابع براکتی رو دیدم بتونم محاسبه حدش رو انجام بدم. البته در چند تا تمرین در پولوکوپیا و تمارین درس 2 با هم دیدیم، پس مطلب خیلی جدیدی نیست. نکتهش که همون نکتهیه که برای حد توابع براکتی از روی نمودار گفته بودیم، یعنی وقتی لیمیت اف ایکس در همسایگی آ برابر میشه با ال، برای اینکه لیمیت براکت اف ایکس رو به دست بیارم دو تا حالت دارم. اگر ال غیر صحیح باشه خیال من راحته، چون عدد غیر صحیح میخواد داخل براکت بره، چه از راست چه از چپ محاسبه کنیم براکتمون عدد غیر صحیح رو بگیرم، عدد صحیح غیر قبلشون به من میده و جواب محاسبه میشه. پس در این حالت وقتی ال عضو زد نبود حاصل میشه براکت ال. اما حالتی که ال عضو زد عدد صحیحه، اگر از سمت راستش برم میشه خودش، اما اگر از سمت چپ میل پیدا کنم به سمتش میره عدد صحیح قبلیش. وقتی میخوام براکت بگیرم، براکت کار رو حساس میکنه، پس اگر داخل براکت یعنی ال عدد صحیح بود، باید ببینیم مقادیر اف ایکس دقیقاً به ال مثبت یا ال منفی یا خود ال نزدیک میشن، اینو باید بررسی کنیم. خب چند تا مثال با هم ببینیم. مثال 29 قسمت الف، x داره به سمت 2 میل پیدا میکنه. خب اول جاگذاری میکنم x رو میذارم 2، میشه براکت 2 دوتا به علاوه 5 بر روی 2 به علاوه 2. خب اگر این حساب کنم میشه 9 چهارم. خدا رو شکر بچه ها اینجا عدد داخل براکت غیر صحیح شد، یعنی ال عضو زد نشد، خیلی ساده 9 چهارم 2 خورده یه براکتش میشود 2. قسمت ب رو با هم ببینیم، اینجا خودش حد راست رو میخواد، گفته x به سمت 2 از راست بره. خب بازم اینجا خیال ما راحت کرده، نگفته x به سمت 2 بره که ما ناچار بشیم هم حد راست رو حساب کنیم هم حد چپ، فقط حد یه طرفه از من میخواد. خب جای x مقدارش رو میذارم میشه 2 به توان 3 منهای 2 در براکت 2 مثبت یعنی 2 از راست بر روی 2 به علاوه 1. خب 2 به توان 3 میشه 8، براکت 2 مثبت میشه 2 ضرب در 2 میشه 4 تقسیم بر 2 به علاوه 1 میشود 4 سوم، اینم میشه جواب قسمت ب.
قسمت پ لیمیت براکت یک ایکسوم ایکس به سمت منهای یک پنجم میره از سمت راست. خب منهای یک پنجم از سمت راست رو دقت کنن دوستان که کجا میشه تقریبا. من اینجا اگه بخوام رو محور نشون بدم، مثلا اینجا صفر باشه، اینجا منهای یک باشه، اگر منهای یک پنجم مثلا اینجا باشه، من میخوام از سمت راست بهش نزدیک شم. پس یعنی مثلا یه عدد مثال میزنم، گفتم تو اینجور مواقع یه مثال عددی بزنید راحت متوجه میشید. اگر براکت نبود، اگر براکت نبود میشد یک تقسیم بر منهای یک پنجم، حاصل میشد خیلی ساده منهای پنج. خب الان منهای پنجه، چون عدد صحیح هست داخل براکت، پس باید دقیق ببینم چه اتفاقی داره میفته، نمیتونم همینجوری بگم میشه منهای پنج. خب دقیق یعنی منهای یک پنجم از سمت راست داره نزدیک میشه. یه مثال عددی میزنم، منهای یک پنجم سمت راستش مثلا میتونم بگم منهای یک ششم. خب یک تقسیم بر منهای یک ششم میشه منهای شیش. منهای شیش کدوم سمت منهای پنج قرار داره؟ سمت چپش یا راستش؟ سمت چپش قرار داره. پس قطعا حاصل این عبارت میشه براکت منهای پنج از چپ. پس نگاه کنید، یه مثال پیدا کردم، این قسمت خیلی مهمیه، یه مثال عددی میزنم، اون عدد سمت راست منهای یک پنجم باشه، هر عددی دوست دارید. حالا من منهای یک پنجم گفتم، منهای یک ششم گفتم، میتونید منهای یک دهم بذارید، هیچ ایرادی نداره. جاگذاری میکنید، حاصل میبینید کدوم ور منهای پنج میفته، چون قرار بود جواب منهای پنج باشه، فقط سمت چپ و راستش رو شک داشتیم چند میشه. حاصلت هر سمتی از منهای پنج شد اون عدد شد، همونو قرار میدیم. الان من منهای یک ششم گذاشتم، یک بر روی منهای یک ششم میشه منهای شیش، دیدم منهای شیش سمت چپ منهای پنجه، پس من منهای پنجه از سمت چپ رو قرار میدم که براکتش میشود منهای شیش. شما منهای یک دهم هم میذاشتین میشد منهای ده، بازم میفهمیدین منهای ده سمت چپ منهای پنجه، پس بازم میگفتیم منهای پنجه منفی. قسمت ت رو ببینیم، لیمیت براکت ایکس دو، ایکس به سمت دو میره از چپ. خب اگر خود دو بود، دو به توان دو میشد چهار. خب فقط اینجا بحث براکت حساسه، چون داخل براکت عدد صحیح داره میشه، بعد ببینم چهار مثبت یا چهار منفی یا خود چهاره. خب دو کمتر داره نزدیک میشه دو ایکسمون، پس میشه وقتی به توان دو برسه میشه چهار منفی. یه عدد یه مقدار کمتر از دو داره به توان دو میرسه، قطعا میشه یه عدد کمتر از چهار، براکت چهار منفی هم میشه بعد سه. مثلثاتی ها و براکتی ها ترکیبشون رو با هم ببینیم. سینوس ایکس وقتی ایکس به سمت صفر میره از راست، خب دقت کنید دوستان من، اگر براکت نبود وقتی ایکس به سمت صفر میرفت سینوس صفر میشه صفر، حاصل صفره. خب چون حاصل عدد صحیحه ال عضو زده، بعد ببینم دقیقا از کدوم سمت به صفر داریم نزدیک میشیم. خب این جورجه ها یه دایره مثلثاتی کمکمون میکنه، دقت کنید ایکس بچه داره به سمت صفر میره، صفر کجاست تو دایره؟ اینجاست، از سمت راست، یعنی از مقادیر بیشتر از صفر. این ور که از صفر منفی میشد، یعنی این ور مقادیر کمتر از صفره، مقادیر بیشتر از صفر این وره، پس از این ور داریم به صفر نزدیک میشیم. خب یعنی در کدوم ربع میافته؟ یعنی زاویه من سینوسش در ربع اول میافته، تو ربع اولم سینوس مثبته. درسته سینوس من صفر الان حاصلش، چون سینوس صفر صفره، اما سینوس صفر مثبت یه مقدار از صفر بیشتره تو ربع اوله. پس مینویسم ربع اول دایره حاصلش میشه سینوس صفر مثبت. سینوس صفر مثبت دیدیم میشه صفر مثبت و براکت صفر مثبت میشه بعد صفر. حالا همون تابع براکت سینوس ایکس وقتی ایکس به سمت صفر بره از سمت چپ، یعنی از مقادیر کمتر به صفر نزدیک بشیم، یعنی از منفی‌ها به صفر نزدیک بشیم، بچه تو همین دایره که کشیدم، یعنی از این سمت. خب وقتی نزدیک صفر میرسم نرسیده به صفر، تو چه ربعی هستم؟ تو ربع چهارم دایره هستم. خب تو ربع چهارم دایره، یعنی حاصل من میشه براکت سینوس صفر منفی. درسته صفر میشه سینوس، اما یه مقدار کمتر از صفر سینوسمون، پس میشه صفر منفی و براکت صفر منفی میدونید میشه بعد منهای یک. دیدید حد چپ و راست این تابع در نقطه صفر با هم برابر نشد، پس میتونم نتیجه گیری برای خودم بکنم، بگم لیمیت براکت سینوس ایکس
وقتی x به سمت صفر میره موجود نیست، چون حد راست و چپش با هم برابر نیستن. چند تا مثال دیگه خب قسمت چه رو بچه ببینیم، لیمیت براکت 1 بر روی کوسینوس x، x به سمت پی داره میل پیدا میکنه. خب ما میدونیم اگر براکت نبود کوسینوس پی میشه منهای 1، میشه 1 بر روی منهای 1 منهای 1. خب اما الان بحث براکت، داخل براکت عدد صحیح داره میشه، حساسه که منهای 1 از کدوم سمت. خب من پس برام دقیق ببینم x به سمت پی میره از کدوم سمت میره. بهترین کار رسم دایره مثلثاتی. خب بچه ها x داره به سمت پی میره، پی اینجاست، نگاه کنیم x چه از مقادیر کمتر از پی بهش نزدیک شه که تو ربع دوم بیفته، چه از مقادیر بیشتر از پی بهش نزدیک شه که تو ربع سوم بیفته، در هر صورت کوسینوس یه مقداری کوچکتر از منهای 1 نمیتونه بشه. چرا؟ چون قطعا میفته این قسمت، یعنی بزرگتر از منهای 1، چون اصلا کوسینوس نمیتونه هیچ وقت کوچکتر از منهای 1 بشه. پس ما در هر صورت چه از سمت چپ چه از سمت راست به سمت پی حرکت بکنیم، کوسینوس من مقدارش، من اول مینویسم اینجا کوسینوس پی، حالا مقدار کوسینوس پی همواره میشه منهای 1 از راست. اینو باید خیالمون راحت بشه، چون اصلا منهای 1 از چپ کوسینوس هیچ وقت نمیتونه بشه. خب حالا 1 تقسیم بر منهای 1 از راست، یعنی مثلا منهای 1 از راست یه عدد برای خودتون مثال بزنید که واضح‌تر بفهمید، مثلا منهای 9 دهم، مثلا منهای 99 صدم. اگر این تقسیم رو انجام بدید میشه منهای 1 منفی، براکت منهای 1 منفی هم میشه بعد منهای 2، پس حاصل میشه منهای 2. بریم قسمت بعد، لیمیت براکت سینوس x منهای کوسینوس x. خب x به سمت پی چهارم میره از سمت چپ. بچه ها اگر براکت نبود سینوس پی چهارم میشه رادیکال 2 دوم، کوسینوس پی چهارم هم رادیکال 2 دوم، از هم کم میشه میشه صفر، عدد صحیح داخل براکت حساس کار. پس بعد ببینم دقیقا از کدوم سمت میشه. خب سینوس پی چهارم از چپ، پی چهارم منفی، یه کار میشه کرد، میتونم برم تو دایره، نگاه کنید پی چهارم دقیقا این وسط دیگه 45 درجه است، سینوس پی چهارم از چپ، نگاه کنید وقتی از چپ یعنی از مقادیر کمتر به پی چهارم نزدیک میشم سینوس من مقدارش چقدره؟ اینجا میفته، از رادیکال 2 دوم کمتر میشه. پس وقتی میخوام دقیق بنویسم میشه براکت رادیکال 2 دوم منفی منهای، حالا کوسینوس پی چهارم از چپ، یعنی حالا اینجا کوسینوس چه اتفاقی براش میفته؟ نگاه کنید اینجا اگر تو 45 درجه باشیم کوسینوس دقیقا میشه رادیکال 2 دوم، اما اینجا باشیم کوسینوس از رادیکال 2 دوم بیشتره بچه ها، میشه رادیکال 2 دوم مثبت، یه مقدار کوچکتر از رادیکال 2 دوم، منهای یه مقدار بزرگتر از رادیکال 2 دوم، طبیعتا میشود صفر، ولی صفر منفی، یعنی یه مقدار کوچکتر از صفر میشه. پس براکت صفر منفی میشه منهای 1. دقت کنید صفر بود، حساس بود. البته که دوستان میتونم یه پیشنهاد دیگه هم بهشون بدم، خودشون برن این کارو انجام بدن. جای سینوس x منهای کوسینوس x اتحاد مثلثاتی داشتیم، میشد رادیکال 2 تا سینوس x منهای پی 4. از اون اتحادم برن بازم میتونن به همین جواب برسن. خب لیمیت براکت کوسینوس x، x به سمت پی دوم از راست. میدونید اگر x به سمت پی دوم بره کوسینوس پی دوم میشود صفر. خب پس الان داخل براکت حساس صفره، بعد ببینم دقیقا صفر مثبت یا صفر منفیه. خب برای این کار دایره مثلثاتی میکشم بچه ها، اینجا پی دومه، پی دوم راست، پی دوم یعنی از مقادیر بیشتر از پی دوم، طبیعتا اینجا مقادیر بیشتر از پی دومه، پس میفته بچه توی ربع دوم دایره، پس مینویسم ربع دوم دایره. خب نگاه کنین میشه کوسینوس پی دوم مثبت، خب ربع دوم کوسینوس مقدارش منفیه، یعنی درسته که کوسینوس پی دوم صفره، اما کوسینوس پی دوم مثبت یه مقدار کوچیکتر از صفره، چون تو ربع دوم قرار گرفته، پس میشه براکت صفر منفی، پس حاصلش میشه منهای 1. دال همون تابه x به سمت پی دوم بره از سمت چپ، یعنی از مقادیر کمتر از پی دوم به پی دوم نزدیک بشیم بچه ها، طبیعتا تو کدوم ربع میفته؟ میفته در ربع
اول دایره. پس درسته که من کسینوس پی دوم منفی رو میخوام، کسینوس پی دوم صفره، اما کسینوس پی دوم منفی تو ربع اوله، یه مقدار بیشتر از صفره، یعنی حاصل میشه براکت صفر مثبت که جواب میشه بعد صفر. پس میبینید میتونم نتیجه گیری کنم برای خودم که لیمیت براکت کسینوس x وقتی x به سمت صفر میل پیدا میکنه موجود نیست، چون حد چپ و راستش بچه با هم برابر نشد، حد راستش شد منهای 1، حد چپش شد صفر. خب این مثال رو ببینید، خوب دقت کنید، اینم جز مثالهای خیلی مهم قرار میگیره. مثال زال، x به سمت 3 مثبت میره. خب 3 رو بذارم اول جای x، ببینم داخل براکت عدد صحیح میشه یا ناصحیح. 3 مثبت 2 3 تا 6 منهای 1 5 صورت، مخرج 3 منهای 2 1 5 1 میشه 5. خب پس عدد صحیح کار حساسه، پس بعد 3 مثبت رو بذارم یه بار، 2 ضرب در 3 مثبت منهای 1 بر روی 3 مثبت منهای 2. خب 2 ضرب در 3 مثبت میشه 6 مثبت، طبیعتاً منهای 1 وقتی بشه میشه 5 مثبت، یعنی 5 از راست. 3 مثبت یعنی عدد بیشتر از 3، منهای 2 میشه 1 مثبت. خب اینجاست که کار ما خراب میشه بچا، 5 مثبت تقسیم بر 1 مثبت، ما نمیدونیم جوابش میشه 5 مثبت یا میشه 5 منفی یا میشه خود 5، گنگه. چرا؟ چون ممکنه 5 و 1 دهم تقسیم بر 1 و 1 دهم باشه، یا نه 5 و 1 هزارم تقسیم بر 1 و 1 دهم باشه. شما توی ماشین حساب حالات‌های مختلف اینا رو بزنید، نمیشه قسم خورد یه عدد بزرگتر از 5 تقسیم بر یه عدد بزرگتر از 1، حتما میشه 5 مثبت یا 5 منفی یا خود 5، همش میتونه بشه. پس کاری که باید بکنیم اینه که یه ساده سازی و یه تفکیک کسر انجام بدیم. پس این قلق رو تو این سبک از مسائل حتما دوستان یاد بگیرن. ببینیم، من داخل براکت رو به این صورت می‌نویسم بچه‌ها، لیمیتش رو اول بنویسم. خب مخرج رو بچه توی صورت تولید میکنم. ببینید چجوری مینویسم، دو تا ایکس منهای دو، مخرجم که ایکس منهای دو هست. خب دو تا ضرب در ایکس منهای دو کنم چی میشه؟ میشه دو ایکس منهای چهار. خب اما تو صورت اینجا دو ایکس منهای یک دارم، پس کافیه که اینجا یه به علاوه سه بهش بدم، ناکنی دو ایکس منهای چهار به علاوه سه میشه دو ایکس منهای یک، همون صورت میشه. ولی الان چه به درد من خورد این کار؟ من الان میتونم این دوتا رو تفکیک کنم، یعنی بنویسم یه بار براکت این تقسیم بر این که x منهای 2 با x منهای 2 ساده بشه، بشه 2 به علاوه 3 تقسیم بر x منهای 2، یعنی لیمیت این رو حساب کنم. خب حالا شما میدونستید داخل براکت عدد صحیح وقتی جمع منها میشه خیلی راحت میتونه از براکت بیاد بیرون، یعنی الان 2 خیلی راحت خارج میشه از داخل براکت، این از قدیم میدونستیم. پس میشه لیمیت 2 به علاوه براکت 3 بر روی x منهای 2، x به سمت 3 مثبت داره میل پیدا میکنه. حالا 3 مثبت رو قرار بدید قطعا به جواب میرسید بچه ها. ببینید میشه 2 به علاوه براکت 3 بر روی 3 مثبت منهای 2، میشه 2 به علاوه براکت 3 بر روی 1 مثبت. حالا 3 تقسیم بر 1 میشه 3، اما این 3 تقسیم بر 1 مثبته، یعنی 3 تقسیم بر یه عددی بیشتر از 1، خب طبیعتاً چی میشه؟ کوچیکتر از 3 میشه، میشه 2 به علاوه براکت 3 منفی که حاصل میشه بعد 4. این مثال خیلی مثال مهمی، حتما دوستان چند بار حل کنن، مشابه این رو تو تمارینشون هم هست که یاد بگیرن. و قسمت آخر، ر x داره به سمت 2 مثبت میره، رادیکال x منهای 2 تقسیم بر براکت x به علاوه 2، میشه رادیکال 2 مثبت منهای 2 تقسیم بر براکت 2 مثبت به علاوه 2. خب 2 منهای 2 تو صورت که میشه 0، مخرج میشه براکت 2 مثبت 2 به علاوه 2 میشه 4، که 0 تقسیم بر 4 هم جواب میشود 0. آخرین مبحث درس 3 رو ببینیم، اعمال جبری روی توابع رو توی جدول با هم جمع‌بندی کردیم، یعنی میخوام ببینم توابع f به علاوه j، f منهای j، f ضرب در j، f تقسیم بر j و j تقسیم بر f در حالتهای مختلف حدشون چگونه میشه. اگر f و j هر دو دارای حد باشن در نقطه A، تمامی این اعمال حد داره، یعنی از همون قضایایی که اول درس خوندیم استفاده میکنیم و حد تمامی این توابع رو میتونیم حساب کنیم با همه اون قضایای 3 تا 7 که با هم دیدیم، 3 تا 6 الی 7.
اگر تابع F در A حد داشته باشه ولی تابع J در نقطه A حد نداشته باشه. خب اینجا شرایط فرق میکنه، یه دونه از توابعمون حد داشته باشه، اون یکی حد نداشته باشه، اون موقع جمعشون یا تفاضلشون قطعا حد نداره در اون نقطه، چون یه چیزی که حد نداره رو میخوایم به علاوه یه عدد کنیم یا منهای یه عدد کنیم، جواب نامعلوم و نامشخصه. اما در مورد ضربشون دقت کنید، F ضرب درجه ممکنه این دوتا تابع خودشون مجزا در نقطه A یکیشون حد نداشته باشه، یعنی F داره J نداره، F دارای حد J فاقد حده. اما وقتی میام F و ضرب درجه میکنم یه تابع جدیدی تولید میشه که ممکنه اون تابع جدید چون توی ضرب ساده سازی اتفاق میفته حد داشته باشه. پس در مورد F ضرب درجه میگی معلوم نیست، بعد بررسی کنیم ببینیم حد داره یا نداره. در مورد F J اوم هم همچنین معلوم نیست، اما در مورد J F اوم قطعا حد نداره بچه ها، چون J که فاقد حده تو صورته تقسیم بر عدد قطعا این چیز نامعلومی میشه که حد نداره. پس این جدول رو یاد بگیرید، اثبات نمیخوایم بکنیم اینا رو. و حالت آخر، حالتی که جفت تابع حد نداشته باشن. وقتی بچه جفت تابع حد ندارن هیچی معلوم نیست، باید بریم بررسی کنیم، یعنی باید F و با J جمع کنیم ببینیم یه تابع جدیدی میشه، شاید ممکنه تو نقطه حد داشته باشه شاید نداشته باشه. F منهای J همچنین F ضرب درجه F J و J F. پس فقط تو حالتی که هر دو دارای حدن خیالمون راحته، در حالتی که هر دو حد ندارن هیچی معلوم نیست، بعد بریم حساب کنیم توابعمون رو و بعد حد بگیریم. در حالتی هم که یکی حد داره که فاقد حد، در جمع و منها حد نداره، در ضرب و اف جی ام یعنی اونی که حد داره تو صورت باشه معلوم نیست، در حالت جی اف ام یعنی اونی که حد نداره تو صورت باشه تابع قطعا حد نداره. با دو سه تا مثال مطلب براتون جا میفتن که جدول صفحه 127 خوب جا بیفته براتون و ببینیم یعنی چی این مطلب. چند تا مثال با هم حل میکنیم. مثلا مثال سی که مثال خیلی مهمیه رو با هم ببینیم. دو تا تابع اف ایکس و جی ایکس رو به من داده. تابع اف دو ضابطه ای 4 3، ایکس های کوچیک‌تر مساوی 2، ایکس های بزرگتر از 2. تابع جی ایکس دو ضابطه، منهای 2 منهای 1، ایکس های کوچیک‌تر مساوی 2، ایکس های بزرگتر از 2. خب از من چی خواسته؟ در قسمت الف خواسته اف به علاوه ج رو حساب کنیم. جمع دو تا تابع در فصل 2 اعمال جبری روی توابع خوندیم. فقط توابعی که چند ضابطه‌ای بوده چجوری با هم جمع می‌کردیم؟ میومدیم در دامنه‌های مشترک ضابطه‌ها رو با هم جمع می‌کردیم. خدا رو شکر این سوال ساده است، چون دامنه‌هاشون کاملا مشابه همن، یعنی جفتشون x کوچیک‌تر مساوی 2 و x بزرگتر از 2 دارن. پس میام در x کوچیک‌تر مساوی 2 ضابطه‌هاشون رو با هم جمع می‌کنم، یعنی 4 به علاوه منهای 2 میشه 2. در ایکس های بزرگتر از 2 هم میام ضابطه ها رو با هم جمع میکنم، یعنی 3 منهای 1 باز هم میشه بعد 2. خب یعنی اف به علاوه ج کلا میشه 2. پس چه کاریه دو ضابطه ای چرا بنویسیم؟ یه ضابطه اش میکنیم، اف به علاوه ج مساوی 2، به همین سادگی. قسمت ب گفته حد تابع اف ایکس و ج ایکس در نقطه 2 رو پیدا کنیم. خب 2 در هر دو تا تابع نقطه مرزی حساب میشه. پس خیلی واضحه اگر بخوام حد چپ رو برای تابع F تو نقطه 2 حساب کنم میرم تو ضابطه بالا، X های کوچکتر از 2. اگر بخوام حد راست رو حساب کنم میره تو ضابطه پایین، X های بزرگتر از 2. پس حد راستش میشه 3، حد چپش میشه 4. حد راست و چپ با هم برابر نیستن، پس واضحه که لیمیت FX وقتی X به سمت 2 میره موجود نیست. تابع J چطور؟ اونم شرایط مشابه داره، حد چپش میره تو ضابطه بالا، حد راست میره تو ضابطه پایین. حد راست میشه منهای 1، حد چپ میشه منهای 2. چون حد چپ و راست برابر نیستن پس لیمیت jx وقتی x به سمت 2 میره موجود نیست. خب نگاه کنید، در حقیقت شد ستون آخر جدولی که با هم دیدیم، تابع fx و تابع jx جفتشون حدشون در نقطه 2 موجود نیست، اما وقتی اومدم F و بله به J کردم شد تابع ثابت 2. پس وقتی تابع ثابت 2ه حدش هم میشه 2 دیگه. من حدش رو مینویسم، لیمیت F بله به J وقتی X به سمت 2 میل پیدا میکنه جواب میشه بعد 2. دیدید F بله به J حد داشت. ما تو جدول چی گفته بودیم؟ گفته بودیم اگر جفتشون فاقد حد باشن در مورد جمع، ضرب، منها و تقسیمشون معلوم نیست، نمیدونیم چی باید بگیم، باید بریم حساب کنیم. ممکن بود مسئله ای بود F و بله به J میکردم
بازم اون حد نداشت. الان اینجا حد داره. هیچی معلوم نیست. باید بریم خود اون اعمال جبری رو انجام بدیم، حد بگیریم. اگر جفتش حد داشت، میتونستیم از غذایای حد که اول درس خوندیم استفاده کنیم. پس توی قسمت پ که میگه آیا میتوان از غذایای حد مجموع استفاده کرد، میگیم خیر. چون اگه اول میخواستیم از غذایای حد مجموع استفاده کنیم، اصلا اف و ج حد نداشتن، خب نمیتونستیم از اون غذا استفاده کنیم. پس غذایایی که خوندیم کلن برای وقتیه که برای مجموع منها و ضرب و تقسیم جفتابه حد داشته باشن، حتما فقط برای اون حالت غذایا. خب مثال 31 یه مثال ساده است. میگه ثابت کنید اگر تابع اف به علاوه ج در نقطه آ حد داشته باشه، خود تابع اف هم حد داشته باشه، قطعا حد جمع موجوده، یعنی جمعشون حد داشته باشه حتما. یکیشون حد داشته باشه، ثابت کنید اون یکی هم قطعا حد داره. خیلی ساده است. من یه تابع HX تعریف میکنم که اسمش باشه F به علاوه J که گفتیم حدش موجوده. خود تابع F هم که گفتیم حدش موجوده. حالا میام این دوتا تابع رو از هم کم میکنم، تفاضل دوتا تابع. H منهای F میشود J. خب H منهای F طبق قضیه‌ای که داشتیم ما کنید هم تابع H هم F جفتش حد داره، پس حدش قطعا موجوده. طبق چه قضیه‌ای؟ قضیه چهار. قضیه چهار اسمش چی بود؟ حد تفاضل. گفتیم وقتی دوتا تابع حد دارن، تفاضلشون هم حد داره. خب وقتی این طرف تساوی حد موجوده، قطعا این طرف تساوی هم حدش موجوده، پس لیمیت J X وقتی X به سمت A میل پیدا میکنه قطعا وجود دارد. و مثال آخر این درس رو با هم ببینیم، مثال 32. میگه دوتا تابع مثال بزنید که در نقطه آ حد داشته باشه یکیشون، اون یکی حد نداشته باشه، ولی وقتی ضربشون میکنیم ضربش در اون نقطه حد داشته باشه. تو جدول خاطرتون هست گفتیم اگر یکی حد داشته باشه اون یکی حد نداشته باشه، در مورد ضرب چیزی نمیتونیم بگیم، معلوم نیست، باید بریم تو مثال بررسی کنیم. خب مثالی که من زدم رو ببینید، تابع fx رو مثال زدم، x2 علاوه x منهای 2، یه تابع درجه 2 سهمی. حد این تابع رو در نقطه 1 من دلم خواست بررسی کنم، حدش رو تو نقطه 1 اگر حساب کنیم میشه 1 علاوه 1 منهای 2 میشود 0. پس تابع f اون تابعیه که در نقطه 1 حد دارد. تابع jx رو یک تابع دو ضابطه‌ای تعریف کردم، به ازای x بزرگتر از 1 1، به ازای x کوچکتر از 1 منهای 1. خب خیلی واضحه که حد راست و حد چپ در نقطه 1 تو این تابع با هم برابر نیست، چون میشه 1 و منهای 1. پس میگم لیمیت jx در x سمت 1 موجود نیست. خب نگاه کنید، تابع f در نقطه 1 حد داره، تابع j در نقطه 1 حد نداره. حالا f ضرب در j رو میخوام حساب کنم. خب f که تابع ضابطه ای، پس وقتی میخواد تو j ضرب شه تو جفت ضابطه ضرب میشه، مال فصل 2 هستش. پس یه بار میام تو 1 ضرب میکنم، به ازای x های بزرگتر از 1 میشه این. یه بارم میام x2 علاوه x منهای 2 رو در منهای 1 ضرب میکنم که میشه منهای x2 منهای x به علاوه 2، اما به ازای x های کوچکتر از 1. اگر شما هر دو ضابطه رو x رو به سمت 1 میل بدید، جوابش میشه 0. پس لیمیت f ضرب در j x وقتی x به سمت 1 میره میشه 0. پس رسیدیم به اون ستون وسط جدول که f حد داشته باشه j حد نداشته باشه در یک نقطه، در مورد ضرب نمیتونیم چیزی بگیم. اینجا در مورد ضرب یه مثالی زدیم که حد داشته باشه، میشه مثال دیگری زد که وقتی f ضرب در j میکنم حد نداشته باشه. دوستان درس 3 همینجا تکمیل میشه. حتما تمارین چه از کتاب درسی چه از پولوکوپی مربوطه حل بشه که انشالله براتون رفع اشکال میکنیم. تا جلسه آینده خدا نگهدار.